بر حسب كلام سفيان علي رضي الله تعالى عنه علمش را مستقیم از خداوند میگیره و علمی داشته که دیگران نداشتن، در صورتی که علی خودش اینو رد میکنه. علی به عثمان میگه ما چیزی نمیدونیم که تو بدونید، بارها این حرفاش تکرار کرده. پیران نمیپرند، مریدان میپرانند. و این حرف هم دلیل شیعه زدگی در تصوفه. مگر علی پرستان مدعی تشیع بیشتر از این چی میگن؟ اونا هم همین حرف میزنن که از خداوند چیزی میدونن که دیگران نمیدونن، نه جبرئیل نه میکائیل. برای اینکه رسول خدا صلی الله علیه و سلم به علی ابن ابی طالب چیزهای تلقین کرد و بهش خلعتی داد و علی گفت که من از علم اندی من العلم الذي اصره الی رسول الله ما ليس عند جبريل ولا ميكائيل، من علمی دارم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم پنهانی به من داده. آقا علم پنهانی داده میشه؟ مگه چیه؟ مگه باد باده که؟ مگه خمسه؟ مگه چیه که زیرزی هم تو یواشکی مخفیانه بدن؟ علم که پچ نمیشه که، علم زحمت میخواد، درس میخواد، تعلیم میخواد. بعد علمی که رسول خدا صلی الله علیه و آله مخفیانه به من داده که نه در نزد جبرئیل و نه در نزد میکائیل، اینو درر الغواص از شعرانی صفحه 73 نقل میکنه. و قبلا ابن عربی زندیق هم در فتوحات مکیش راجب علی گفته بود که مسترش ابن عربی بود، جلد یک صفحه 260 گفته که علی اولین کسی بود که این علم ظاهر کرد، علم تصوف و یعنی علم باطن و همش ترهاته، همه اینه ترهاته. من مقصودم اینه که نشون بدم که چطوری تشیع یه تصوف شیعه زده شد.